مسئله اخوان المسلمین که در ایران به اسم فدایان اسلام نامیده میشد و لیدر اونها هم یک سید جوانی بود معمم به اسم نواب صفوی. و من فکر میکنم همزمان با تشکیل اخوان المسلمین در خاورمیانه و کشورهای عربی، سوریه و اردن و مصر و اینها، در ایران هم این سازمان تشکیل شد و با تقویت و پشتیبانی مرحوم آیت الله کاشانی شروع به فعالیت. پس این ارتباط بین آیت الله کاشانی و فدایان اسلام تقریبا مهرده. بله. و وقتی آیت الله کاشانی در بغداد بوده و به قول خودش بر علیه انگلیس ها مبارزه می کرده، از اونجا با اخوان المسلمین تماس پیدا میکنه و مجاهدات عملی هم برای مبارزه با نفوذ انگلیس و با این چیزا ظاهرا در بغداد میکرده است. خودش تعریف میکرد حتی تفنگ هم گرفته دستش برای مبارزه با اونطور چی میگفت انگلیس های بی سواد. نواب صفوی که طلبه جوانی بود از لحاظ مذهبی هم کتری نداشت، حجت الاسلامی آیت الله اینا نبود، ولی یه جوانی بود بسیار فعال و جذاب به نظر من و خیلی تأثیر گفتار عجیبی داشت. وقتی که صحبت میشد با اشخاص او رو تحت تأثیر قرار، البته احتیاج به گفتن نداره ایدئولوژی اخوان المسلمین یعنی فدایان اسلام همون ایدئولوژی بود که در خاورمیانه و کشورهای عربی اخوان المسلمین از اون اتابعت میشه. و اونطوری که من متوجه شدم و فهمیدم، تز عملی اینها عبارت بود از جهاد انفرادی، یعنی هر فرد مسلمان که تشخیص بده یک فردی، یک نفر یا یک جمعیتی، فعالیت اون جمعیت به ضرر اسلامه، بر علیه اسلامه، اون فرد حق داره تحت عنوان جهاد انفرادی اون فرد یا افراد مخالفو ترور کن. یعنی ترور که در قاموس عامه در سیاسی دنیا یک عمل خیلی مذموم و قبیحیه، با لباس مذهبی و در زیر ماسک مذهب این عمل رو جایز و بچه ثواب شمرد. می گفتن که هر کس، هر فرد مسلمانی که تشخیص بده یک فرد یا جمعیتی بر علیه اسلام فعالیت میکنه و اون جمعیت یا اون فرد رو ترور بکنه، همون چیز رو داره چه ثواب رو داره چه یک مسلمان تحت عنوان جهاد بر علیه کفار نوست. این شخص خیلی از شدن با نفوذ بود، از نفوذ کلمه خیلی شدیدی داشت و اولین اقدامی که کردن اینا، اولین تروری که انجام دادن، ترور مرحوم کسروی بود در دادگستری، که از محققین عالی قدر و بی‌نظیر تاریخ ایران بود و با شیعه‌گری و با این فاناتیسم مذهبی مبارزه خیلی مؤثر میشد، خیلی مسلط بود به زبان عربی و به مجهز بود به منطقه خیلی قوی و مبارزه میکرد بر علیه تقریبا میشه گفت فاناتیسم اسلام. کتاب‌های زیادی در این مورد نوشته که عبارت هست از شیعه جری، بهائی جری. و اینو یه دفعه مبادرت به ترور این کردن، موفق نشدن، دفعه دوم چیز ترور شدن و کشته شد. و بعد از اون هم اگر چنون که خوب یادم باشه آقای حجیر بود نخست وزیر و بعد یه سلسله اقدامات و آخرین چیزشون
آقای علا بود. رزمارا هم به توسط اینها ترور شد. دهقان هم به توسط همینها ترور. دهقان هم به توسط همینها ترور شد. ولی در مورد زنجنه برای من در تحقیقاتش که کردیم هنوز ثابت نشدش به وسیله چیز کشته شد. وقتی که مبادرت یعنی اقدام به ترور آقای مرحوم علا کردن، میدونین که ترور نتیجه نداد و گلوله گیر کرد در چیز در بله گیر کرد در اصله و نتونست ضارب ترور کنه و فقط با دسته چیز هفتیر و با دسته هفتیر بله یک زخم کوچیکی در سرش ایجاد شد. اون وقت من سابقا گفتم بهتون رئیس ستاد فرمانداری نظامی بودم که فرماندار نظامش ستاد سپه بود بختیار بودم و هم رئیس تجسس رکن دوم ستاد ارتش بودم. یعنی به طور کلی اطلاعات کشور فعالیت های اطلاعاتی کشور زیر نظر من انجام میشه. ضارب علا را گرفتن و اینها تعصب عجیبی داشتن در نسبت به کاری که می کردن و به جان خودشون هیچ اهمیت نمی دادن. و وقتی که من صحبت اونها میشه منو به یاد ترورهای انتحاری چیز جدید می افتم که چطور میان خودشانم میکشن و چیزم هدفشانم از بلید. این اسمش مزفر ذوالقدر بود. ذوالقدر بله. اینم جزء فدایان اسلام بود. بله جزء فدایان اسلام بود. معمولا اینطور اشخاص من فکر میکنم حالا هم برای ترور انتحاری از این قبیل اشخاص استفاده بکنن. آدم های کاملا بی سواد و کاملا تحت تاثیر مذهب و شستشوی مغز دادی شده به وسیله و روش مذهبی. تو خودتون دیدی اینو ذوالقدر؟ بله من ذوالقدر رو دیدم و ذوالقدر رو چون اون وقت اینطور ترورها اینطور کارها مربوط میشد بلافاصله به فرماندار نظامی و اینو گرفتم و من هم اینو و هم خود نواب صفوی رو شخصا بازجویی کردم. حالا تفصیلی میگم که چرا من بازجویی کردم مخصوصا نواب صفوی رو خدمتتون عرض می‌کنم. اینو وقتی گرفتم شعار میداد، شعارهای مذهبی میداد و الله اکبر و لا اله الا الله و از این حرفا و نماز میخوند و چیزش یک کفن پوشیده بود روش آیات و قرآن نوشته بودن و اینها و با همه اینکه در موقع گرفتن مأمورین شهربانی اذیتش کرده بودن ولی هیچ چیزی نگفته بود. شکایتی؟ بله وظیفه همش میگفت وظیفه دینی من بود که این شخص که کافره از بین بره و فلان از همون تزی چی عرض شد. بعد از مدت از روش توجیه و روشن کردن این شخص ما موفق شدیم بازجویمون رو به نقطه خیلی روشنی برسیم. یعنی اینو توضیح کردیم اون چیزهایی که تا حالا بهش تلقین شده غلط. مثلا جهاد اسلامی، جهاد انفرادی کاملا برخلاف اسلامه. از راه اسلام اینو توضیح کردیم. کمکی هم داشتی این متخصص اسلام کسی که بیاد خدا نمیخواست این کار احتیاط نبود به چیز بعد و طوری شد خیلی کمک کردم من به ذوالقدر. طوری شد که این دفعه اول که نواب صفوی رو در دادگاه دید برای مواجهه حمله کرد که نواب صفوی رو بشه. اینقدر روشن شده بود. البته این محاکمه شد و خب محکوم به اعدام شد و اقرار کرد که نواب صفوی به این ماموریت داده. اصلش رو از کجا خریده چجوری شده و اینا رو همه شد جزئیات کار رو اقرار کرد که کافی بود برای طبق قانون برای اعدام. وقتی که اینو گرفتن نواب صفوی مخفی شد و مدت فعالیت کردن و تا اونجا که یادمه به وسیله
مأمورین شهربانی دستگیر شد یا به وسیله مأمورین اطلاعات ما دستگیر شد، ولی دادن شهربانی. در هر صورت من رفتم از شهربانی نواب صفدی رو تحویل گرفتم و آوردم فرمانده. خب این یه آدم خیلی واردی بود، دفعه اولی نبود این کار کرده بود و میدانست که چیزی فایده نداره، هرچی هم بکنه خب محکومیت خواهد داشت به علت قتل و ترورهای متعددی که به دستور و انجام شد. بعد از خوب یادم وقتی آوردن دفتر من، گفت که من اجازه نماز میخوانم. گفتم خیلی دفتر من همون دفتر نمازش خوند و حتی گفتم که اینجا آقا اون وقت در محفل چیز در بهایی ها بود دیگه، فرماندار نظامی این حضرت القدس رو اشغال کرده بودن، فرماندار نظامی اونجا بود. بعد گفتم اینجا قصبه، ما قصب کردیم و نمیدونم نماز چیزی. گفت که نه چون از چیز کفار گرفتین و نمیدونم از این حرفا. بالاخره نمازش رو خوند و بعد بازجویی شد، زندانی شد و طبق معمول بازجویی شدم. و اینجا من معمولا میخوام یه چیزی بهتون بگم که برخلاف تبلیغاتی که حالا میکنن و برخلاف اون چیزی که اون وقتا تو حزب توده و کمونیستا چیز میکردن، تلنگری به این چیز سید زده نشد، حتی تلنگر. شما با کمال احترام باش رفتار میکردن، ولی بعد از یک ماه متوجه شدیم که افسرهایی که مأمور افسر فرماندار نظامی بازجوی فرماندار نظامی که مأمور بازجوی از این هستن نمیفهمن این چی میگه، چون نمیتوانن، تخصص ندارن در امور اسلام و به این جزئیات از این حرفای اسلام به اون جهت نمیتوانستن، از لحاظ صلاحیت هم نداشتن از این بازجوی. از طرف فرماندار نظامی و ارتش به من مأموریت داده شد چه من اینو بازجویی کنم، چون من مطالعات در این مورد داشتم. و در حدود فکر میکنم یه ماه من هر روز از این سوالاتی میشردم جواب رو در محیط بسیار بسیار دوستانه، بسیار بسیار محیط دوستانه منازه بربارین. البته ریشش چشم نشد، یعنی با مدارک چشم نشد، ولی خب تزش خودش گفت، همونطور که عرض کردم تزش عبارت بود از جهاد انفراد و اعتراف صریح کرد که این تمام این چیزها را ترورها را این اغوا کرده، این اشخاص انتخاب می کرده، این اسلحه می خریده می داده، این دستور تمرین می داده و این تبلیغ می کرده و تلقیم می کرده و شستشوی مغزی می داده فقط با زبون. و برای ما اون وقت کافی بود این مسئله که پروندهشو بدیم به دادرس. ارتباطی من خودشون رو آیت الله کاشانی داد که مثلا رئیس ما ایشون هستن؟ نه، البته رئیسشون هم ایشون نبودم، ولی پشتیبانی می کردن، تقویت می کردن. همچنان که اگر نظرتون باشه، ممکنه شما یادتون نباشه، وقتی که دماسبی ترور شد چیزو کشت رزمارا رو، بعد از اون مجلس زمان مصدق مجلس اینو تبریه شد و عکسی من دیدم در چیز و دارم هم در تهران که آیت الله کاشانی اون وقت رئیس مجلس بود، بدون اینکه بره به مجلس، آیت الله کاشانی دستشو گذاشته روی سر تحماسبی به علت این چه تقدیسش، به علت تفصیلش بود. و بعد از اینکه بازجویی کامل شد تحویلش داده به دادرسی ارتش و دادرسی ارتش هم محاکمه کرد و رو محکوم. یک جریانی را من باید اینجا بگم در مورد نواب صفوی، در مورد اینکه اینها که خودشون رو مجهز کرده بودن به دین اسلام دروغی چجور آدم های بودن و چه نوع فکر می کردن. نظرتون هست که فاطمی وزیر امور خارجه مصدق را هم همین فدایان اسلام شد ترور شد؟ نه، سر چیز بود مثل شما مراسم حفل یا مثلا عزاداری چیز ختم محمد مسعود تا اونجا چی آدمه فاطمی سخنرانی می کرده و یه بچه نابالغی بهش تیراندازی کرد و به شمش اصابت کرد و
و تا آخرم معلول شده بود، معیوب شده بود. اسم این پسر، پسر جوان یعنی بچه، یادم رفته ولی یادم میفته خواهم گفت چون خیلی حساس اسم، همیشه برای همیشه یادم بوده، یادم رفت. وقتی که ما این پس این پسر جوان هم این بچه هم جزو فدایان اسلام بود، به علت صغر سن چیز نشد، کاری نتوانستن بهش بکنن و در دار تعذیب زندان شد چون اعدام نمی کنن. نواب صفوی رفت به دادرسی ارتش و پروندهش رسیدگی شد و یک روزی به من گفتن که نواب صفوی میخواد با شما ملاقات کنه. منم فکر کردم خب یعنی کاری داره دیگه، گفت با همه این چی دیگه هیچ کارش به من مربوط نبود، تمام شده بود، ما فقط مجرمین رو میگرفتیم و بازجویی های میکردیم و کار بازپرس قانونی رو تسهیل میکردیم، مدارکی جمع‌آوری میکردیم میدادیم دست دادرسی ارتش، اون وقت بازپرسی میکرد و بعد هم محاکمه میکردن و تصمیم. در این مرحله دیگه ما با متهم هیچ کار نداشتیم، اصلا هیچ کار نداشتیم. ما آزا گفتم خب بجیم بیا، اومد و گفت که خیلی با هم برخورد خوبی داشتیم، همیشه برخورد خوب داشتیم، پاشدیم دست دادیم هم دیگه رو بوسیدیم، یه اینطور برخوردی داشتیم با چیز. گفت که من اومدم امروز یک تقاضای از شما کنم اگر بتونم انجام بدم. گفت شما میدونی که آخرین تقاضای درخواست محکوم به اعدام رو باید بپذیرید. گفتم که اولا این که شما معلوم نیست محکوم به اعدام بشین، هنوز من اطلاع ندارم شما محکوم به اعدام شدین، و ثانیا هم شما عوضی اومدین، اون تقاضاتون رو باید از دادستان بکنین، از من چه رئیس داد فرمان دارین. گفت نه من محکوم به اعدام هستم و خودتونم میدونین بالاخره منو خواهن کشت و من یه تقاضا دارم. گفتم حالا اون تقاضاتو بگو. گفت شما میدونین که یه زندانی دارین در دار تعذیب. بعد گفت که من میخوام این دو هفته آخر عمرمو با این شخص هم زندان. و من بعد بدم اومد، یعنی به این برخورد، چون فورا فهمیدم که برای چی میخواد این چیز، برای چی میخواد با این همجنس باز بود. نواب صفوی هم همجنس باز بود و اینم بچه بود و خب بچه جوانی بود و خوشتشم و صاف ساده و اینا، میخواست با این باشه. بعد گفتم که خب به من چه مربوطه، حالا بذار ببینیم چی میخواد بود. من اینو صحبت کردم، به اجازه داده شد که این در زندان با اون هم زندان بشه، منتها هم چیز کردیم، میکروفون گذاشتیم و هم وسایل عکاسی فراهم کرد. در این دو هفته هر کاری کردن هم ضبط شد و هم عکس برداشته شد. وقیحانه ترین و مشمعز کننده ترین کارها رو این دو نفر با هم میکردن هر شب، هر و هر روز. البته این محکوم به اعدام شد و اعدامش شدن، این ضعف رو پروندهش تو دادرسی ارتش. چیزی با مزه چی میخواستم بگم این بود چی، همین پسر بچه بعد از انقلاب خوف شده بود مردی برای خود و وکیل مجلس، نماینده مجلس شد. نماینده مجلس شد. یه روز در ضمن اسمش رو باید بگم، حتما باید بگم چی آدم، در یکی از سخنرانی هاش در مورد عفت و عفت عمومی و حمله کردن به اونهایی که بی‌ناموسن، اونم بند بساط از این حرفا، داد سخن داده بود و مرتب راجع به مسئله عفت و عصمت زن و مرد صحبت می‌کرد. این نشاندهنده، مثال زده، نشاندهنده کاراکترهای، یکی از کاراکترهای شخصی آقای نواب صفوی و به نظر من اکثریت، نه همه، نمیتونم بگم اکثریت روحانیون ما اینو. خب این شخص که این صحبت‌ها رو در مجلس کرده بوده خودش اطلاع داشته که یک همچین پرونده‌ای و عکس و اینها در بالاخره در فرمانداری نظامی وجود داشته و هنوز من تصور نمی‌کنم اطلاع داشته باشه، ولی اگر اطلاع هم داشته باشه حتما بردن، از بین بردن اون چیزا رو، نمی‌ذارن اینطور چیزا باشه. میدونن الان رئیس چیزی مسئول سازمان فدایان اسلام در تهران آقای خلخالی، خلخالی جانشین نواب صفوی، و اون جهت هم خیلی زیاد مشتری من هست آقای خلخالی، چه خدمتشون برسه. بعد این بود تفصیل دستگیری نواب صفوی و ایدئولوژیش هم که تا حدود گفته شد، ولی وابستگیش به یک قدرت‌های خارجی که خیلی مهمه
من فکر میکنم که همون وابستگی که به طور کلی این اخوان المسلمین داشتند، این همون در مورد فدایان اسلام هم سبب.